اینکه بچه‌ها گفتن آقا پارتنر داری یا نه، خانم‌های محجبه اونجا راحتم. چه مقطع و سنی راحت‌تره برای مهاجرت؟ گفته بود مثلا چه کاری قبل مهاجرت بکنیم. به نظرم بهترین کار اینه که سلام مردد. یه سری سوالای خیلی پرتکرار، اینکه اصلا ارزش مهاجرت داره یا نه، اینکه کانادا بریم، آمریکا بریم، اروپا بریم، با پولامون چیکار کنیم، زبان بلد نیستیم، یا اینکه اصلا مهاجرت کردیم بعد چند وقت احساس ناامیدی می‌کنیم، چجوری روحیه‌مون رو بالا نگه داریم، من با پولام چیکار می‌کنم، پولامو چجوری سرمایه‌گذاری کنم، مثلا چجوری پولا رو بیاریم. در مورد خود من اصلا تنهایی اینجا اذیتم می‌کنه یا نه، قصد ازدواج دارم یا نه، اصلا دوست دختر دارم یا نه، یه سری سوالات متداول که دوستان لود کردن و پرسیدن و من قول دادم که بیام توی یک دو تا ویدیو به اونا جواب بدم تا جایی که میتونم که به درد بچه‌ام بخوره. هی هر دوی خب من خیلی باحاله. خدمت شما هر شبت که همه رو سعی میکنم خدمتتون جواب بدم. فقط یه کوچیک برای اینکه یه سه سوالای اولیه برای دوستان جواب داده بشه، من میثم حسینی هستم، 35 سالمه، توی اتاق پدرخت کشور کانادا هستم. تقریبا چند ماه دیگه میشه 5 سال که وارد کانادا شدم. چند وقت پیش سیتیزنشیپ یا شهروندی یا اون پاسپورت کانادایی رو گرفتم و اولش با اقامت دائم اومدم و درس خوندم و الانم توی بانک کانادایی مشغول هستم، توی تیم اینوستمنت یا بهش میگن گلوبال اسست منیجمنت، در واقع تیم سرمایه‌گذاری یکی از بانک‌های بزرگ کانادا هستش. و کاری هم که می‌کنیم اکثر مشتریامون کسایی هستن که بهشون میگن های نت فورس اندیویژوال، یعنی کسایی که بالای 1,000,000 دلار پول اضافی دارن و می‌خوان برای بازنشستگیشون سرمایه‌گذاری کنن و این پول رو ما براشون مدیریت می‌کنیم، که شرکتی حدود 150 میلیارد دلار به قولی پول دستش رو داره مدیریت می‌کنه. خب اما نکته‌ای که هستش، ایرانم ارشد خوندم، دانشگاه امیرکبیر کارشناسی ارشدم اونجا بودم، اینجا اومدم یه ارشد مجدد خوندم تو دانشگاه اتاوا، رشتم هم فایننس بشه. البته توی ایران دانشگاه امیرکبیر مهندسی صنایع خونده بودم. این فقط برای اینکه دوستان یه کلیتی داشته باشن از اینکه حالا من کیم و به قولی چه گلی به سر خودم زدم. خدمت شما هر شب بچه‌ها. اولین دوستان، اولین سوال مهمی که تو سوال بچه‌ها تو اینستاگرام پرسن این که با این حس که احساس می‌کنیم دیر شده و سنمون گذشته و حالا برای هر چیزی احساس می‌کنیم دیر شده چیکار کنیم؟ ببین این حسی هستش که فکر می‌کنم همه آدم‌ها، مخصوصا بچه‌هایی که میرن نزدیک به 30 سال میشن، 30 سال رد می‌کنن، هممون این حس رو تجربه کردیم. حالا چه در مورد یادگیری زبان هستش، چه در مورد مهاجرت هستش، چه در مورد پول درآوردن، چه در مورد ازدواج، در مورد هر چی. نکته‌ای که بچه‌ها من به عنوان برادر کوچیک‌ترتون خدمتتون میگم این که هیچ وقت خودتون رو با بقیه مقایسه نکنید و اگرم مقایسه میکنید الهام بگیریم. ببین من همیشه بچه ها میگم آقا ما هممون ممکنه حسودیمون بشه، هممون ممکنه حسرت بخوریم، ولی این رو به عنوان یه نیروی محرکه برای خودمون استفاده کنیم که بتونیم بریم جلو، بتونیم به اهدافمون برسیم، ولی در این حال هم مقایسه نکنیم. من مثلا یکی رو میبینم پول در آورده میگم دمش گرم پس منم میتونم پول در بیارم، ولی به این معنا نیست که من حتما باید از اون بیشتر پول در بیارم یا مثل اون پول در بیارم، نه، صرفا بتونه یه قوه محرکی باشه تو مسیرم. و در مورد مهاجرت، در مورد زبان، در مورد همه اینها، خدا شاهده من همه این حسا رو داشتم. همه دوستان مهاجرت کردن، من گفتم کارشناسی و ارشد چون پول نداشتم، بچه‌ها کارشناسی میرفتن برای ارشد، من گفتم پول ندارم، بعد شد برای دکترا، بعدم بازم پول ندارم، رفتم سازمان بورس 5 سال کار کردم. و جالب بود یه دوستی داشتیم همیشه میشستیم هر سال با هم صحبت میکردیم، میگفتیم حاجی نظر میشه مثلا ما هم مهاجرت کنیم، بعد آخرشم به این نتیجه میرسیم که نه پولشو درست حسابی داریم، نه دیگه اصلا احساس میکنیم اما گذشته. ولی یه جایی تصمیم گرفتیم و واقعا شدش. من میدونم که چندین تا از بچه‌ها هر کدوم هی این صحبت رو میکنیم و دونه دونه مهاجرت کردیم. حالا این برای مهاجرته، برای زبان همینطور. همه بچه‌ها مثلا دوستای من آیلتس و تافل میخونن، من احساس میکنم من جا موندم، مثلا نخوندم. به نظر من تو هر مقطعی واقعا من خودم به این نتیجه رسیدم که میگن ماهی و هر وقت از آب بگیر تازه است. به نظر من اینجوریه، اصلا این حس رو نشته باشید برای یادگیری زبان، برای درس خوندن. مثلا بچه‌ها میگن آقا من 40 سالم میتونم درس بخونم. آره چرا نمیتونی درس بخونی؟ من نمیگم مثلا تو 40 سالگی برید مثلا فوق دکترا بخونید، ولی خب خیلی راحت میتونی یه دوره یه سال دو سال یاد بگیرید. همه ماها تو هر سنی باید یه سری چیزا رو یاد بگیم. الان من خودم یه سری چیزا رو دوباره یه کورس دیگه برداشتم بعد سی اف ای ام که تازه اونم پاس کردم، یه کورس دیگه برداشتم که حالا بعدا بهتون میگم داستانشه. سوال بعدی یه سری سوال خصوصی هستش در مورد زندگی خودم که حالا جلتر بهتون جواب میدم. این که حالا بحث ازدواج، یکی بچه پرسه با چند نفر، ببخش سکسش نمیدونم، همه اینا رو بچه پرسه. حالا من سعی میکنم تا جایی که میشه جواب بدم. ولی قبل از اون، اینکه اگر از کانادا اخراج بشی چیکار میکنی؟ خب من نمیتونم دیگه از کانادا اخراج بشم چون سیتیزن شدم دیگه، کسی بعید میدونم به تو من از کانادا اخراج بشه. برای شروع کجای کانادا؟ به نظر من بچه‌ها خیلی بستگی داره به یک موقعیت خانوادگی تو، آیا مجرد هستی، متأهل هستی، بچه دارید یا نه. بعدش اینکه کارتون چیه و کجا میتونید کار پیدا کنید. مثلا اگر مجرد باشید خب خیلی دستون بازتر، اگر متأهل باشید یه سری شهرها براتون شاید بهتر باشه، مثلا اتاوا، تورنتو، ونکوور. باز مثلا به بستگی به سطح زبانتون داره. اگر جوری هستش که میتونید توی جایی که خیلی فارسی زبان نیستن کار پیدا کنید و زبانتون خوب است، شاید مثلا اتاوا، لندن، حتی شهرهای دیگه به درد بخوره. ولی اگر احساس میکنید که نه
نیاز دارید که به اینکه نزدیک جامعه ایرانی باشید، مثلا شاید تورنتو براتون بهتر باشه. شهرهای خانوادگی تر، خب مثلا اتاوا شهر خانوادگی تر هستش برای بچه‌ها که بخوان کلاس زبان برن، ولی در این حال مثلا تورنتو کار بیشتر هستش. اگه وضع مالیتون خوب و خیلی مثلا نیازمند این نیستش که حالا حتما یه کار کارمندی پیدا کنید، میتونید برید ونکوور که آب و هوای بهتری هم داره و ایرانیای پولدارتری هم اونجا هستن. میگم به این با فاکتورها بستگی داره، همه اینا رو در نظر بگیرید و در نهایت یک شهر رو میتونید انتخاب کنید. از لحاظ هزینه‌ای من خودم فاکتور اصلیم هزینه بود که شهر ما شهری هستش که هزینه‌اش خیلی منطقی تره، تقریبا همه چیش نصف تورنتو و ونکوور حساب میشه و شما میتونید استارت خوبی اینجا بزنید و پول جمع کنید. امیدوار باشیم به مهاجرت به کانادا. ببین بچه‌ها، همیشه مهاجرت من تو 10 سال گذشته 15 سال گذشته چه خودم انجام دادم چه از بقیه شنیدم، همیشه بالا و پایین داشته. یه زمانی خیلی مثلا سختگیر می‌شده بر اساس سیاستاشون، بر اساس اینکه کی مثلا نخست وزیر، بر اساس اینکه به قولی چه پالیسیایی دارن توی چند سال آینده، ولی در نهایت همیشه بحث مهاجرت توی این کشورها مطرح هستش. ببینید کل دنیا جمعیتش داره پیر میشه، شما برید نمودارهای جمعیتی رو نگاه کنید می‌بینید که مثلا بیبی بومرز یه زمانی مثلا بعد جنگ جهانی بود 40 50 سال پیش همه داشتن بچه دار می‌شدن، الان همه این آدمو دیگه رسیدن 50 سال و دارن کم کم بالای 50 سال بازنشسته میشن، 50 60 70 سال. به خاطر همین همه کشورها به نیروی جوان احتیاج دارن، چاره‌ای ندارن و این بحث مهاجرت ادامه دار خواهد بود. حالا یه سالی سخت میشه، یه سالی آسون میشه، یه سالی احساس میکنن زیاد گرفتن میگن آقا سال بعد کم میگیرن، سال بعد احساس میکنن کم گرفتن میگن سال بعد زیاد میگیرن. به خاطر این به هیچ عنوان اینجوری نباشه که آقا هزینه ها خیلی وحشتناک فلانه. میگم نمونهش خود من دیگه، بچه‌ها مثلا کارشناسی ارشد میرفتن من گفتم حاجی من اصلا پول مثلا امتحان زبان تافل هم ندارم، پول بلیط هواپیما بابام بگم مثلا پول بلیط هواپیما محمد میخنده میگه برو بابا بچه جون بلیط هواپیما چیه، پاش بری کانادا بعد بیام اینجا چیکار کنم. ولی خب میدیم منم در نهایت تونستم بیام و خدا رو شکر حالا یه زندگی نسبتا قابل قبولی هم اینجا تونستم درست بکنم. کانادا ارزشش رو داره؟ بله، به نظر من همچنان کانادا ارزشش رو داره. همه اقتصادها دچار رکود میشن، ولی خب سوال دیگه ای که بچه‌ها پرسیدن مثلا کانادا آمریکا یا کجا، اگه برگردی عقب کجا میری؟ خب بچه من خودم بی‌تعارف میگم اگر میتونید برید آمریکا. ولی آیا من خودم پشیمونم اینکه اومدم کانادا؟ نه. آیا من خودم میخوام برم آمریکا؟ در حال حاضر نه. ولی خب آمریکا فرصت‌های کاریش بیشتره، ولی اگر بخوای بیزنس رو بندازید باز کانادا ممکنه از یه لحاظایی براتون بهتر باشه، مخصوصا به عنوان ایرانی ممکنه تو آمریکا یه خورده از لحاظ مالی مخصوصا وقتی بخواید بیزنس رو بندازید یه سری گیرا وجود داشته باشه، ممکنه هم نداشته باشه. اروپا هم که من گفتم، اروپا خب یه مزیت بزرگش نزدیک بودن به ایرانه، اینکه میتونید حالا شاید بیشتر برید ایران که البته اونم خیلی چیز بزرگی نیستش. از اروپا مثلا 6 7 ساعت تور رایید، از اینجا مثلا چه می‌دونم 17 18 ساعت تور رایید یک بار دیگه، حالا خیلی بعید می‌دونم مثلا بزرگ باشه. کسی که کارش را بیفته خیلی این براش مطرح نیستش. حقیقت من تو همین کانادا دیدم خیلی هر سال یه بار دو بار راحت میرن و میان، ولی خب در مجموع من خودم اروپا رو خیلی هیچ وقت اوکی نبودم باهاش. یه دلیل اصلیش اینه که اکثر کشورهاش خب انگلیسی نیستن و زبان بسیار مهمه که حالا جلوتر میگم. یکی از سوالات بچه‌ها هست، یکی از سوال خصوصی رو جواب بدم، اینکه بچه‌ها گفتن آقا پارتنر داری یا نه. ببین نکتهش اینه که نه، من فعلا احساس میکنم اصلا به این معنی نیست که من دوست و آشنا اینا ندارم. حالا مثلا بچه‌ها پرسیده بودن آقا با تنهایی چیکار می‌کنی مثلا اونجا اذیت نمی‌شی؟ ببین اینجا دوستای خوبی پیدا می‌کنید اگر آدم سوشیالی باشید، اگر آدم به قول اجتماعی باشید و رو زبانتون کار کنید، چه ایرانی چه خارجی دوستای خوبی پیدا می‌کنید. ولی خب یه فاکتور سنم هست، شدم هر چی سنش هم میره بالاتر احساس میکنه به تعداد دوستهای بسیار زیادی احتیاج نداره. من یه زمانی شاید احساس میکردم باید مثلا 100 تا دوست داشته باشم، الان به این نتیجه رسیدم که آدم 3 تا 4 تا 5 تا دوست خوب داشته باشه، دوستی که بتونه حداقل روی سه چیزا روشون حساب کنه و اونا رو تو حساب کنن کافیه. و در مورد سینگل بودنم فکر میکنم سینگلم، یعنی احساس میکنم که هستم، نمیدونم خدمت شما چه. حالا یکی دو تا دیگه چیز دیگه هستش. اوکی آقا بذارید اصلا اینم جواب بدم یا نه جلتا جواب بدم، این که مثلا داستان سکس و اینا، فقط میخوام یه آمار کلی خدمتتون بدم. خب من 2 ماه اومدم خیلی سرخورد شدم، احساس میکنم زبان استادا رو نمیفهمم. ببین این کاملا طبیعیه، شما حتی تو 1-2 سال اول مثلا تو سطح زبانهای مختلف کاملا احساس میکنید که ضعف دارید، اصلا یه سری چیزا میگن متوجه نمیشید، ولی این به مرور درست میشه به شرط اینکه خودتون رو در معرضش قرار بدید و به شرط اینکه نترسید از اینکه اشتباه کنید. شما جوری که یاد میگیرید
اینکه باید اشتباه کنین. آقا مثلا چرا اسکی میری اسکیت میری تا زمین نخوری یاد نمیگیری. باید زمین خوردن به قولی میگن بخشی از پروسه یادگیری هستش. بخدا همین نگران این نباشید. و از اونجا هم میرسیم به یه سوال دیگه که بچه‌ها که گفته بود مثلا چه کاری قبل مهاجرت بکنیم. به نظرم بهترین کار اینه که زبان. شما اگر زبانتون بسیار قوی باشه بقیه چیزا رو میتونید به سرعت یاد بگیرید. یا حتی اگر بتونید زبانتون قوی باشه و بتونید ارتباط برقرار کنید حتی توی کاریابی خیلی وقتا خیلی از کارها که حالا من توی وبینار رو اینا هم توضیح دادم خیلی از کارها شما براشون مهمید به عنوان شخص خودتون که بتونن باهاتون ارتباط بگیرن یا نه. بخاطر اینکه مهارت‌ها رو میگن آقا مهارت‌ها رو یاد میگیره، فلان نرم افزار رو یاد میگیره، فلان چیزو یاد میگیره. خودش آدم اوکی هست یا نه، با خودش حال میکنه یا نه، خودش میتونه اصلا با همون صحبت بکنه یا نه. بخاطر این زبانتون و نحوه صحبت کردن و ارتباط برقرار کردنتون بسیار بسیار مهمه. برای مهاجرت زبان قوی نیاز هست یا نه؟ به نظر من اگر زبانتون قوی باشه یه نکته بسیار مثبته، ولی به هیچ عنوان زبان قوی مثلا اینجوری بگم خیلی خیلی قوی نیاز نیستش. خیلی‌ها میان اینجا مثلا بیزنس رو میندازن، کارشون انجام میدن و خیلی هستن که اصلا 20 سال اینجا هنوز زبانشون اونقدر قوی نیستش و خودشون احساس می‌کنن قویه، ولی وقتی صحبت می‌کنن پر از غلطای به قولی گرامری هستن. بخدا همین خیلی از بحث زبان نترسید، ولی تا جایی هم که میتونید تقویتش بکنید. یه سوال خیلی باحال پرسیدن خانم‌های محجبه اونجا راحتن. ببین من بهتون قول میدم اینجا خانم‌های محجبه هیچ مشکلی نخواهند داشت، کاملا توی اجتماع اوکی هستن، هر کاری که بخوام میتونن بگیرن. ببین حالا ممکنه یکی باشه مثلا بگه آقا من با این قضیه که شما محجبه ای حال نمیکنم. مثلا یکی ممکنه توی بیزینسی باشه، چه میدونم بانک ادوایزر باشه، ریلتور باشه، و مثلا یه نفر بگه آقا من دوست ندارم با این کار کنم چون برام عجیبه که این چرا محجب است. اون ممکنه باشه، ولی در کل جامعه به هیچ عنوان شما احساس نمی‌کنید که نگاه بد بهتون میکنه، مخصوصا توی کانادا. چطور روحیه رو بالا نگه داریم؟ بچه‌ها من خیلی روزای بدی داشتم، روزایی که واقعا به خاطر مثلا 20000 تومان 30000 تومان میرفتم یه کارایی میکردم تو ایران که الان بهش فکر کنم مثلا میگم چیکار میکردم. ببین من بهتون قبلا تو ویدیو گفتم من دستفروشی کردم، تراکت پخش کردم. ببین میگم وقتی ته پایینی هیچ راهی به غیر از بالا که نیست دیگه، از سیایی که بالاتر نیستش. به خاطر همین وقتی من دیدم اون روزا رو داشتم، الان خدا رو شکر یه مقدار بهتر شده، هر وقت بهش فکر میکنم میگم خدا رو شکر الان یه جای بهتری هستم، قطعا یه مقدار تلاش بکنم بازم جلو میرم. واقعا همینه، شما فقط کافیه یه مقدار هر روز یه ذره نمیگم الان تصمیم بگیری بشی آقا مثلا رمبو بشی، همه کارو بکنی، ردیف کنی، نه، همین که آدم بتونه یه ذره هر روز بهتر بشه. من به همین که فکر میکنم، به گذاشتم که فکر میکنم روحیم بالاست. هر روز پا میشم، پاها مثلا میبینم آقا یه تخت درستی دارم، یه تختی دارم که راحته، توش میخوابم، من پتوی گرم دارم، میدونی اتاقم گرم، اصلا همینا رو میبینم صبح پا میشم میگم خدا شکر میتونم یه چایی درست بخورم. همینا یعنی پیشرفت دیگه. یعنی دیگه چی میخواد آدم؟ یه سقفی بالا سر آدم هستش، یه زمانی نبوده الان هست، ان شاءالله تو آینده بهتر میشه. من خودم روحیمو اینجوری بالا نگه میدارم و میدونم تلاشام به هر حال کم کم یه جا همش جواب میده. چه مقطع و سنی راحت تره برای مهاجرت؟ به نظر من بهترین زمان بین برای مهاجرت بستگی داره، با خانواده بیاد، تنها بیاد، ولی 20 تا 30 سال به صورت کلی به نظر من تایم اوکی هستش که یه نفر بخواد بیاد. اگر با خانواده بخواد بیاد که هر چه زودتر بهتر، ولی خب ریسکای خاص خودش هم داره. یه نفر هر چی زودتر بیاد تو سن پایین‌تر، خب اینجا راحت‌تر جا میفته توی جامعه، خیلی راحت‌تر میتونه برای آیندهش آماده بشه از لحاظ تحصیلی، از لحاظ کاری. ولی از اون ورم ممکن است فرهنگ ایران و ایرانی خیلی زودتر فاصله بگیره و یه دفعه یه سری بچه‌ها رو اینجا می‌بینی که نه خارجی شدن نه ایرانی‌اند. مثلا به عنوان خب من خودم خیلی ایرانی‌ام، چون من 30 سالگی اومدم. خب شما مثلا تو صحبت کردن من مثلا نمی‌دونم کلمات انگلیسی به کار ببرم یا مثلا اصطلاحات فارسی رو اشتباه به کار ببرم، حالا تا حدی که بشه سعی می‌کنم درست بگم. ولی اینجا بچه‌ها رو می‌بینی که مثلا میخوام فارسی صحبت کنن نمیتونن، بعد انگلیسی هم باشون صحبت میکنی یه ذره عجیبه، میدونی انگار اصلا از این مونده از من رونده شن. ولی خب بازم اوکی ها، میخوام بهتون بگم که از یه لحاظای خیلی به نفعشونه با جامعه اینجا، ولی از جامعه ایران ممکنه فاصله بگیرن. حالا نمیدونم، باز به خود پدر مادر بستگی داره، این چیزیه که من خیلی شاید نتونم حسش کنم، من صرفا دارم به قولی دید خودم از به عنوان یک ناظر خارجی میگم. آها یه سوال خصوصی دیگه در مورد حقوق هم هستش و منابع درآمدی. ببین من 4-5 تا مثلا منابع درآمدی ریز دارم. حالا میگم منابع درآمدی مثلا فکر کنم هر کدوم مثلا 10000 دلار میده، نه مثلا یه 2000 دلار اینجا، 1000 دلار اونجا، 3000 دلار اونجا، اینجوریه. خب اصلیش که همین کاری هستش که دارم انجام میدم. من تونستم یه سری کارهای ریز بکنم، مثلا رنتال پراپرتی و اینا که بتونم اجاره بدم، اونو دوست دارم اکسپاند بدم و به خاطر همین هستش که اصلا دوست دارم وارد کار مسکن و ساخت و ساز و
خرید و فروش مسکنش هم، چون چیزی هستش که برادرم اینا تو ایران انجام میدن و خودم هم خیلی بهش علاقه دارم. کلا من بحث مسکن و اینا رو دوستان دیده باشید، همه کارهای خونه رو تقریبا خودم انجام دادم و اینکه حالا با یه سری جای دیگه هم همکاری میکنم و اینکه حالا خب به هر حال یوتیوب و اینا هم هستش، ولی مثلا یوتیوب رو هیچ وقت روش حساب نکردم به عنوان درآمد. ولی خب یوتیوب هم بعضی آره یه پولی میده، تو خواستید یه ویدیو در موردش درست میکنم که یوتیوب تو این دو سه سال مثلا چقدر بوده. بد نبوده، من نمیگم بد بوده، ولی اصلا به عنوان درآمد توی کانادا نمیتونی، به غیر از چند تا یوتیوبر بزرگ که خیلی درآمد خوبی دارن، بقیه صرفا میدونم دارن تفریح انجامش میدن. پولمون رو چه جوری بیاریم کانادا یا کلا خارج و با پولمون چیکار کنیم؟ ببین پولو از چند طریق میتونید بیارید، از صرافی میتونید بیارید، از طریق کریپتو میتونید بیارید. البته اینو توسنسش خودتون باید بررسی کنید. پول آوردن به کانادا خیلی راحته، در کمتر از یه هفته شما میتونید پولتون رو بیارید و مالیاتی هم بهش نمیخوره. شما مالیات بر درآمد میدید، مالیات بر دارایی نمیدید، مگر اینکه اون داراییتون درآمد ایجاد کنه. مثلا اگر یه خونه ای دارید اجاره ازش میگیرید، اون اجاره روش مالیات میاد، وگرنه خود خونه بعدا بفروشید بخواید بیارید، اون رو ازتون مالیاتی نمیگیرن. مدارک شهره میدید میگه آقا این خونه رو قبلا داشتم. حالا بحثش پیچیده است، ولی خب کلیتش اینه. باز میتونید از به قولی مشاورهای مالی و اینا نظر بگیرید. خودم که رسمی شدم خدمتتون میگم، الان فعلا نظرم همینجوری نظره، چیز خاصی نیست. و اینکه با پولمون اینجا چیکار کنیم؟ بچه من تقریبا بخش عمده پولم رو سرمایه گذاری میکنم. قبل از اینکه فرصتی به دست بیارم که بخوام پولم رو خرج بکنم، سرمایه گذاری میکنم. سرمایه گذاری منم بیشتر توی سهامه و اکثرا هم سهام که میگم نمیرم یه شرکت بخرم، میرم شاخص میخرم. یعنی یه صندوقی هست اصلا میگن ETF که روی شاخصا سرمایه گذاری میکنه. حالا بر اساس اینکه چقدر میخوام ریسک قبول بکنم، بعضی موقع میرم یه سری صندوقی رو میخرم که ریسکش بالاتره، بعضی موقع میرم یه سری صندوقی رو میخرم که ریسکش پایینتره. اینجا هم خیلی راحته، دانشجو هم باشین میتونید معامله کنید. هر بغیر از ویزیتور، بغیر از کسی که به صورت ویزیتوری اومده که فکر کنم نمیتونن به قولی اصطلاح ایران کد بورسی داشته باشن، بقیه افراد دانشجو باشن، ورک پرمیت باشن، هر چی باشن، راحت میتونن اینجا خرید و فروش بکنن. و منم کلا لانگ ترم این کارو میکنم، چون از طرف شرکتم یه سری محدودیت دارم، به راحتی نمیتونم معامله کنم. لانگ ترم یه سیو میخرم، حداقل یک سال نگهش میدارم. بحث اینکه بچه‌ها ورس بادی کاونت چقدر هستش؟ بادی کاونت یعنی اینکه مثلا با چند نفر سکس داشتی و خوابیدی. بچه‌ها دارید که هوا رو، برف هم آب شده، امروز آخرین روز سرد سال هستش، فردا هوا مثبت 10 درجه میشه. امسال زمستون خیلی خیلی کم بود، دو تا برف سنگین بیشتر نداشتیم، یه دونه دو تا، یکی سنگین بود، یکیشم که اصلا سنگین نبود، راحت رفت. و یه سری بچه‌ها میگن که نه این پدیده طبیعیه، هر 7 سال 5 سال 7 سال یه زمستون اینجوری میشه که خیلی راحته. و یه سری هم میگن نه بس گلوبال وارمینگ هستش. و من فکر میکنم گلوبال وارمینگ هم دقیقاً هستش، چون من تو همین 5 سالی که تو کانادا بودم تقریبا میتونم بگم هر سال داره زمستونش راحت‌تر میشه. و واقعا نگاه کنید الان فوریه هنوز تموم نشده، یعنی آخره بهمن اوله اسفندی، اوله اسفند نگاه کنید برف همش داره آب میشه. تازه اتاوا شهر سردی، تورنتو که اصلا هیچ برفی رو زمین نیستش. امروز یه ذره زیر صفره، ولی فردا فکر کنم امروز آخرین روز سرد، فردا دیگه همش میره بالای صفر. آقا بادی کاونت، اینکه با چند نفر سکس کردی، حالا اینکه من چیز کردم خیلی مهم نیسته، چون نمیخوام اینو بگم که پس فردا چند سال دیگه بیای به قولی گریبان گیر خودم بشه. ولی به صورت میانگین توی آمریکای شمالی مردها به صورت میانگین با 5 نفر مختلف سکس داشتن. آماریه که توی اینترنت تونستم پیدا کنم، به صورت میانگین یک مرد با 5 نفر، حالا یکی ممکنه با 100 نفر بوده باشه، یکی ممکنه فقط با یه نفر یا اصلا هیچ نفر بوده باشه، مردهایی همچین میانگینی داشتن. حالا دیگه خودتون شما محاسبه کنید دیگه. خدمت شما عرض شود که این هم از سوالی که بچه هم خواستم پرسن. یه سوالی هم بچه ها پرسیده بودن که یکی پرسیده تتوی روی پا چیه که شعر خیامه. حالا بعدا خواستی توضیح میدم، من خیلی دوست داشتم یه نشونه ایرانی داشته باشم، اونم بخواد همین شعر خیام زدم که یه مصرعش هست که میگه نقاش ازل بهر چه آراست مرا، که بیت کاملش اینه که معلوم نشود که در طربخانه خاک نقاش ازل بهر چه آراست مرا. یعنی من هنوز که هنوزه دارم سعی میکنم ببینم نقشم تو این دنیا چی و برای چی آفریده شدم و چه اهدافی رو دارم دنبال میکنم. به نظرم خیلی شعر قشنگی بود، من خیام خیلی دوست دارم، به نظرم معروف ترین شاعر ایرانی دنیا هستش، از لحاظ دنیا، یعنی چیزی که دنیا میشناسه. بعد پروژه ساخت خونه رو پرسن که حالا طولانی شده توی ویدئوهای دیگه میگم انجامش میدم، ولی خب یه خورده
پاس کردم، حالا توضیح میدم. و در نهایت بچه‌ها پرسیدن که یه سوال آخری که خودم دوست داشتم، این که دوست نداری بیزنس خودت رو بندازی؟ قطعا دوست دارم و دنبالش هم هستم، دقیقاً چیزی هستش که این روزا دارم روش تمرکز میکنم و تو آینده هم قطعا در جریان قرارتون میدم. و ولی در حال حاضر خدا رو شکر با همین روندی که هستش روند بدی نیستش و خدا رو شکر زندگی منم داره میگذره. امیدوارم که جواب سر سوالا رو داده باشم. حالا خیلی سوال بودش، من باید فکر کنم یه ویدیو دیگه درست بکنم. دمتون گرم، ببخشید یه مدتم نبودم، الان دوباره اومدم. امیدوارم موفق تک تکتون. سینوتون.